روند انتقال قدرت، منتها این بار به دست ملت ایران. ما راهی دشواری رو داریم میریم به دلیل اینکه برای اولین بار جامعه ای داره به هم سایده میشه، عقایدش، نظریاتش، بیدینش، بادینش، با هر نظر سیاسی و اجتماعی و حتی افرادی در این جامعه دارن زندگی میکنن که اصلا نظرات سیاسی ندارن و آشنایی کاملا تو با تاریخ خودشون ندارن، چرا که تاریخ تحریف شده به خصوص در عرض این 40 سال. ارتشی که امروز هست به طور کلی متفاوت است با آنچه که ما داشتیم در نظام پادشاهی، ولی صحبت من بر سر وطن پرست نبودن این ارتش نیست. همچنین در سپاه که دیگه به طور مستقیم زیر نظر وزارت اطلاعات هست و اطلاعات سپاه. ببینید، ما باید نمونه برداری بکنیم حدوداً از کشورهایی که در چنین شرایطی قرار گرفتن اونها چه عملی انجام دادن، ولی این رو باید در نظر بگیریم که این حاکمیت شیطانی به هیچ عنوان تا به امروز روی کره زمین همچین حکومتی نیامده. در طول تمام این تاریخ به ما حمله کردن، ما شاهد میتونم بگم تجاوز آشکار قوم‌های متفاوت به کشورمون بودیم، از تازیان بگیرید به مغول و تاتار و غیره. اما این نمونه واقعاً یه چیز عجیب و غریبیه که هم به خصوص بعد از زمانی که خمینی مرد، هم 50% متعلق به انگلستان، فراماسون‌های انگلستان و لردهای انگلیسی است، 50% دیگه اون مستقیما زیر نظر روسیه داره هدایت میشه و این دو برای حفظ، یعنی روس و انگلیس برای حفظ منافع خودشون، تدابیر امنیتی شدیدی رو در کشور ما جاری و ساری کردن. یعنی آخرین متد برخورد با جامعه از لحاظ روانشناسی جامعه امروز و دادن برنامه بهشون در سطح بین الملل هم توسط این دو کشور در کشور ما انجام میشه. شما اگر روابط دنبال کنید متوجه میشید. خب وقتی تمام این داده ها رو کنار هم میگذاریم و نگاهی میکنیم به شخصیت هایی که در اپوزیسیون هستن، وقتی من در رابطه با آفرینش صحبت میکنم، در رابطه با حضور افراد در جامعهشون صحبت میکنم که پیشینه سیاسی و اجتماعی داشته باشن، دقیقاً صحبت بحث من اینجاست که بتونیم، یعنی اون عملی انجام نشه که در زمان پادشاه حتی بختیار انجام داد. بختیار اومد به طور کلی سازمان امنیتی که میتونست منافع کشور ایران رو تامین بکنه رو نابود ساخت و به طور کلی همه رو اخراج کرد و ارتشیان یکی پس از دیگری تکه و پاره شدن. ببینید، چیزی رو که من تا این ثانیه که در خدمت شما هستم بهش رسیدم، میبایست از اپوزیسیون ایرانی که فعال هست درون کشور استفاده بشه. به همین خاطر هستش که دارم براتون توضیح میدم. فرض بگیرید پروفسور دانشگاه کلمبیا یا استنفورد یا UCLA، UCI، USC نمیتونن بیان و نسخه‌ای برای چگونگی تغییر رژیم در ایران بپیچن که اصلا خودشون آشنایی کامل اصلا نه با وزارت اطلاعات دارن، نه با سپاه دارن، نه با بسیج، نه با نیروهای نظامی و انتظامی، نه با ارتش. جامعه ما به 5 نیروی متفاوت رسیده، برخورد داره. حالا دیگه لباس شخصی ها دیگه جای خودش، یعنی پیامی که مردم میدن، میگن ما دست و بالمون بسته، از هر قسمت میریم یا نیروی نظامی و انتظامیه یا سپاهی و بسیجیه یا نیروهای لباس شخصی هستن یا افراد اطلاعاتی هستن. مردم دارن با این نیروها دست و پنجه نرم میکنن. چیزی که میتونه اتفاق بیفته برای این دوران گذار که بتونیم از خود نیروهای مسلح استفاده بکنیم، نه اینکه بهشون امتیاز بدیم باهاشون کنار بیام، کسانی که در رأس هستن، تمام کسانی که دستشون به خون ملت، که این ملت شاهد هست اونها باهاش زندگی کردن 40 ساله و افراد بهتر از هر کسی دیگه ای میشناسن، تمام اونها میباید توسط خود همین ملت دستگیر بشن. تمام افراد که در رأس هستن، تمام افرادی که در رأس حتی دولت قرار گرفتن، همه به دست مردم دست، هیچ کس هم نباید اعدام بشه. ما اعتقادی به اعدام نداشتیم و نداریم. چرا؟ به دلیل اینکه هر کدام از این افراد دارای ده‌ها و صدها میلیون دلار سرمایه کشور ایران هستن، در کشور انگلستان، در کانادا، در استرالیا، در آمریکا و سایر جهان. فرزندانشون در این کشورها دارن به بهترین وجه زندگی میکنن.
پس هر کدام از این افراد که از بین برن، چه در ارتش، چه در سپاه، چه در نیروهای نظامی و انتظامی، چه در دولت و حکومت، ضرر بزرگی به خود ملت خورده. پس اونها رو به عنوان سرمایه‌هایی که دارن راه میرن ولی باید دستگیر بشن تا در یک دادگاه پاسخگو باشن و اعلام بکنن که سرمایه‌هاشون با نام کدام فرد خارجی، کدام شرکت خارجی در کشور در کشورهای بین‌الملل خارجی هست، اعلام بدارن. خب این مردم در سپاه هستند، در بسیج هستند، به دلایل مختلف. بچه میخواد بره سربازی، امتیازاتی راش بسته است، هیچ راه نفوذی دیگه نداره، به بسیج میفرستنش به خاطر دادن یک سری از امتیازها. بیای تو بسیج، این امتیازها رو بهت میدیم. اونجا میبرن مخشوی زنی میکنن بکنن. اما بچه امروزی با مطالعه‌ای که روی اینترنت داره فکرش باز شده و بلا فاصله که وقتی ترخیص میشه میاد بیرون، متوجه میشه کجای کار قرار گرفته. اینها هستند که باید از بدنه بسیج، از بدنه سپاه، از بدنه نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهایی که از خود مردم بودن، میبایست هدایت نیروهای نظامی رو تا رسوندن جامعه به اون دولت موقت به عهده بگیرند تا کشور از هم نپاشه. در این میان من وقتی تو اپوزیسیون هستم صحبت میکنم، افرادی رو میبینم، فرض بگیرید اشخاص میان میگن ما فدرال هستیم، میگم خب احتیاج به فدرال کردن جامعه ما فدرال فرهنگی هست، احتیاج به فدرالیسم نداره، فدرالیسم بیشتر آدمها رو جدا میکنه، بحث دیگری است، میتونیم در جلسات دیگه در رابطه باش صحبت کنیم. چرا دارم میگم فدرالیسم میتونه نمکی باشه بر زخم جامعه ایرانی و جدا کننده است، بلکه نه پیوند دادن. میان میگن چی؟ میگن این نواراش هم هست، فیلماش هم هست، میگن ما چون سالهای طولانی است داریم میجنگیم، از دوران پهلوی تا به امروز، اگر در شورایی که میخوایم در کنارم قرار بگیریم شما اعتقاد به فدرالیسم نداشته باشیم، ما شرکت نمیکنیم. من یاد دوران جنگ میندازه، همین دورانی که براتون تعریف کردم. فرض بگیرید خلبانانی که شکنجه دارن میشن زیر دستگاه امنیتی و حکومتی دولت در نظام اسلامی، در زمانی هم هستش که بنی صدر روی کاره، به غیر از اینکه تایید میکنه بنی صدر تمام قتل عامی که انجام شده در سران ارتش رو که در روزنامه‌های اون زمان نوشته شده، این خلبانان میان دلاورانه وقتی که سوختش تموم میشه خودشو به مرکز اصلی مهمات میزنه تا بتونه با پرداخت جان خودش قسمتی از ارتش عراق رو زمینگیر بکنه. من اگه بخوام در این دوران حماسی دفاع ملی میهنی ایرانیان تا فتح خرمشهر برای شما توضیح بدم، ما حماسه های آفریدیم که اصلا وقتی که حماسه ها رو دنبال میکنی، سربازان، دلاوران، کسانی که با نام شهید حتی ازشون نام برده میشه، جانباختگان پسگیری کشور، چه در فتح خرمشهر، چه 6 سال تعرض حکومت اسلامی با نام جنگ، جنگ تا پیروزی، رفتن به میتونم بگم بصره و رسوندن جامعه از بصره به کربلا و قدس، داستان طولانی است. اما چگونه است که اون سرباز در خط اول زیر شکنجه میاد بیرون، خلبان بهترین خلبانان کشور میان و پدافند میکنن از کشور، در زمانی که کشور به ما احتیاج داشته، به این درک رسیدند که وقتی که دشمن بهت حمله کرده و کشورتو اشغال کرده، نمیتونی بیای به رابطه با اینکه من حالا حاکمیت رو قبول ندارم، اون بحث جداگانه است، میتونیم بهش برسیم. ولی امروز کشوری اشغال شده و حکومتی بیگانه و مافیایی که همه با هم همدستن، تمام ثروت رو هر روز داره اعلام میشه که چگونه این ثروت داره خارج میشه. و ما امروز با مطرح کردن اینکه اگر حرف ما رو قبول نداریم ما شرکت نخواهیم کرد، جامعه است که میتونه مورد مقایسه قرار بده. این جامعه است که میتونه شخصیت هایی رو که در دنیای آزاد، همچنین در فردام آزاد هستن، با جامعه صحبت بکنن، جامعه بپذیره و یا نپذیره. نقش مهمه شاهزاده رضا پهلوی در این میان برای انتخاب شخصیت هایی که دقیقاً به درد برش میخورن تا رسوندن جامعه به فردای آزادی بسیار حائز اهمیت هست. از همین رو هست که من بارها در رابطه با ایمان و تخصص صحبت کردم. در فردای ایران ما احتیاج به این روشنفکران نداریم که بخوان
به قول معروف نسخه های نادرست بنویسن. ما احتیاج به تخصص داریم و مدیریت کارآمد که در رأس قرار بگیره. دقیقاً برخورد متفاوت با خمینی است که به ایران آمد و ایمان رو به جای تخصص در رأس گذاشت و گفت اقتصاد مال خره، در صورتی که جامعه متوجه نشد که بدون داشتن برنامه سیاسی درست درون کشور و یک طرح ملی و یک طرح اقتصادی، شما نمیتونید اون پیام هایی که داد میداد آب مجانی، برق مجانی، خون مجانی به مردم داده بشه. اینا رو وقتی کنار هم قرار میدین، ما میتونیم امروز متوجه بشیم که چه شخصیت هایی حائز اهمیت بوده و هستن و این شخصیت ها چگونه میتونن در کنار هم قرار بگیرن و به نجات ملت و به نجات مردم و نجات کشور دست پیدا بکنن، در زمانی که از هر سو وقتی نگاه میکنی کشور ما، مردم ما تحت شعاع قرار گرفتن، خودکشی های بچه های نوجوان یکی پس از دیگری، تجاوز به دانش آموزان یکی پس از دیگری، سرقت و دزدی و چپاول و هر آنچه که بخواد در رابطه باش. چگونه میتونیم همه اینها رو، یعنی حد اکثر ضرر رو برای تغییر رژیم به حداقل برسونیم؟ من به هیچ عنوان این رو نمیگم که در آینده خونی ریخته نخواهد شد، به خاطر اینکه شما اول باید بشناسید دشمن رو. نه، پسگیری کشور بابتش خون هم خواهیم داد، همونطور که برابر عراقی ها ایستادگی کردیم، بیش از 1,000 میلیارد دلار خسارت، 1,000,000 نفر کشته، 500,000 نفر زخمی و آواره و خانه از دست داده، که امروز لبنانی ها و فلسطینی ها در جای جای خوزستان با نام ایرانی و داشتن شناسنامه ایرانی کار گذاشته شدن و نظریات فدرالیسم و غیره رو بهش دامن میزنن.